سلام و درود به شما بینندگان گرامی سیمای آزادی و همراهان عزیز ما در برنامه ساعت وصل. این روزها هم دستاورد پیروزی در کارزار معامله ننگین رژیم و دولت بلژیک برای استرداد دیپلمات تروریست اسدالله اسدی رو داشتیم و هم سالگرد مناسبت‌های بزرگ در مقاومت ایران. در طرف رژیم هم شاهد موجی از ابراز خوشحالی از اینکه در فروغ جاویدان سرنگون نشدن و همینطور دروغ‌ها و لجن پراکنی‌های بیشتر علیه مجاهدین و مقاومت ایران هستیم. در برنامه امروز می‌خوایم تا اونجایی که فرصت برنامه اجازه میده همراه با شما و میهمان گرامی برنامه خواهر مجاهد مهری علی‌قلی به جایگاه مقاومت ایران و متقابلاً وضعیت رژیم در شرایط کنونی و عطف به مناسبت‌هایی که مطرح شد بپردازیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خواهر مهری، تشکر می‌کنم از اینکه وقتتون رو برای برنامه ساعت وصل به ما دادیم. من هم سلام می‌کنم به شما برادر مسعود و همچنین سلام می‌کنم به همه بینندگان عزیز برنامه خوب ساعت وصل، همه کانون‌های شورشی و هواداران مقاومت در داخل ایران و هر کجا که هستند. ابتدا می‌خواستم تسلیت بگم به همه خانواده‌های جانباختگان سیل اخیر که 18 استان کشور رو در بر گرفته، در مناطق امامزاده داوود، کرمان، سیستان و بلوچستان، یزد، منطقه فیروزکوه و برخی مناطق دیگه. ابراز همدردی میکنم با تمامی خانواده های مفقودین و اینکه این هم یکی از آثار جنایت های رژیم آخوندی هست که هر حادثه طبیعی در کشور عزیزمون ایران تبدیل به یک فاجعه ملی میشه و اینطوری مردم کشورمون رو داغدار میکنه، به دلیل اینکه هیچ سیاستی برای حداقل رسیدگی های حداقل در کشورمون وجود نداره. و همچنین خیلی خوشحالم در موقعیتی در واقع در این برنامه هستم که از طرف دیگه پیروزی های مقاومت ایران رو داشتیم در هفته اول مرداد، به طور خاص روز گذشته پیروزی دادگاه بلژیک و اینکه در نهایت در اثر ایستادگی اشرف نشان‌ها و مقاومت ایران حکم استرداد اسدالله اسدی به تعویق افتاد و باز هم نشون دادیم که میتوان و باید جلوی هر زد و بندی رو گرفت. همچنین خیلی خوشحالم از اینکه در هفته‌ای هستیم که پر از وقایع غرورآفرین برای ما بوده، از جمله دادگاه، از جمله فروغ جاویدان که ضربه بزرگ و مهلکی به نظام آخوندی وارد اومد و ایام شش و هفت مرداد، بله بله، حماسه بزرگ شش و هفت مرداد و که درس ایستادگی و فدا و مقاومت رو به همه ما یادآوری میکنه. و همچنین امروز روز هفت مرداد، پرواز تاریخ ساز برادر که رژیم آخوندی رو کور، بور و بی آینده کرد و ایام قتل عام سال 67 که جنبش دادخواهی اون ادامه داره و همچنین ایامی که پر از پیروزی ها و کهکشان های بزرگ از جمله تظاهرات بزرگ برلین بوده و میتونم در چنین موقعیتی صدای هموطنانمون رو از داخل از نزدیک بشنوم. بسیار متشکریم. ما هم با شما همراه هستیم در تسلیت به هممیهنان عزیزمون در فاجعه سیل در نقاط مختلف میهنمون که عزیزانشون رو از دست دادن به خاطر رژیم آخوندی که زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی میهنمون رو به باد داده و تاراج کرده. امیدواریم که هرچه زودتر این مشکلات با سرنگونی رژیم آخوندی درمان بشه. اما در
شروع بحثمون، این روزها شاهد هستیم خواهر مهری که رژیم ابراز وحشت میکنه، همونطور که شما اشاره کردین، از عملیات کبیر فروغ جاویدان و اینکه سرنگون نشده و شروع کرده به کلی دروغ پردازی و لجن پراکنی و اون چیزهایی که شایسته خودشه و آخوندها هست. چرا به نظر شما دست به چنین کاری میزنه رژیم؟ واقعیتش اینه که عملیات بزرگ فروغ جاویدان، همطور که از اسمش هم مشخص هستش، در واقع یک ضربه اساسی به نظام آخوندی وارد کرد، نظامی که دستگاهش اساساً بر سرکوب، دجالگری و صدور ارتجاع و صدور بحران سوار هست. در زمان عملیات فروغ جاویدان با هزار جاویدان فروغ و قیمتی که رهبری و ارتش آزادی بخش در اون زمان پرداختن، این دستگاه نظام آخوندی رو به کلی واژگون کرد و ضربه‌ای بهش وارد کرد که هنوز هم که هنوزه هر ساله، همونطور که شما هم اشاره کردین، ایادی خود رژیم به صحنه میان و ترس خودشون رو از اون به همدیگه یاداوری میکنن، چرا که به خوبی میدونن که در واقع فعالیت هایی که همین الان کانون های شورشی دارن و با ضرباتی که روزانه به این نظام وارد میکنن و جو اختناق اونها رو میشکنن، همون ادامه عملیات بزرگ فروغ جاویدان هست، همون قیمت و فدای بیکران هزار جاودان فروغ هست که امروز در کانونهای شورشی متبلور شده و ادامه داره. بنابراین میاد با شانتاج و شیطانسازی و دغلبازی و دروغگویی و همون کارهایی که همیشه انجام میده، میخواد بیاد روی درخشش این عملیات فروغ جاویدان خاک بپاشه، در حالی که با الان همه مردم ایران به صراحت اعلام میکنن که بزرگترین دشمن مردم ایران نظام آخوندی و حکومت آخوندیه. بنابراین از اون طرفش اصلی ترین دشمن نظام آخوندی که همواره در صحنه بوده، هیچ وقت عقب نشینی نکرده و همیشه ایستادگی کرده، از فروغ جاویدان شروع شده و تا امروز هم ادامه داره، مقاومت ایران و سازمان مجاهدینه که تنها حامیان در واقع مردم ایران هستند و همه به خوبی میدونن که این حرف هایی که رژیم میاد میزنه بیشتر به خاطر این هستش که میخواد یک فضای رعب و وحشت و ایجاد کنه و از طرفی به نیروهای بسیار ضعیف خودش روحیه بده که نشون بده هنوز در صحنه هستن. بنابراین میاد با خرج های کلان و فیلم هایی که ده ها فیلم ساخته که علیه بخواد حقایق فروغ جاویدان رو وارونه جلوه بده، ولی هیچ کدوم از اونها در واقع دیگه برای مردم همه دستشون رو شده و در واقع همه میدونن که مقاومت ایران هستش که این جلوی تنها هماورد جدی نظام آخوندیه. بله، بسیار متشکرم. باز هم میپردازیم به موضوعاتی که این روزها باش روبرو هستیم و مناسبت‌هایی که داریم. خواهرمون نرگس از اهواز با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون، خواهش میکنم بفرمایید. با درود حضور جناب آقای کلانی، مجری محترم سیمای آزادی و مهمان عزیزشون خواهر مجاهد مهری علیقلی، در آغاز سخن بگم من خیلی متاسفم در زمانی که ما توی تقویم مبارزاتیمون اینقدر مناسبت‌های مبارک داریم، ولی ما مجبوریم که قبل از هر چیزی تسلیت بگیم جان باختن تعداد بیشماری از هموطنانمون رو به خاطر ناکارآمدی این حکومت آخوندی. پیروزی بر حق اشرف نشانان و مقاومت ایران رو که با حضور چشمگیر و شبانه روزیشون در کف خیابون‌ها در گرما و سرما تونستن تمدید ممنوعیت خروج دژخیم اسدی رو برای دو ماه دیگه از دادگاه بروکسل بگیرم، تبریک میگم. یک بار دیگه شما پیروز شدید. تبریک، تبریک واقعا.
همزمان شدن این پیروزی رو با سالگرد قتل عام 67 با پرواز 30,000 کبوتر مجاهد گرامی می‌داریم. گرامی با یاد و خاطره تمام شهدا، به خصوص شهدای مجاهدین سال 67، بازارشون پررهرو باشه. این تلاش قطعا بشارتی خواهد بود که روزی تمام دژخیمان بعد از نوری یکی یکی به پای میز محاکمه کشیده خواهند شد و بابت قطره قطره خونی که ریختن حساب پس خواهند داد. همچنین به خونخواهان و مادران دادخواه آبان 98 نوید میدیم که محاکمه صفاکا نزدیکه. تبریک میگیم حکم حبس ابد حمید نوری از سیاه‌دلان هیئت مرگ تهران و هرچند که حکم حبس ابد برای چنین جلادی واقعا کافی نیست، ولی این نتیجه با تلاش‌های شبانه‌روزی اشرف نشانان جان برکت و سربازان مجاهد به دست اومده. ما کلیه شورشی‌ها منتظریم که هر چه زودتر با سرنگونی رژیم آخوندی شما فرزندان دلیرمون رو به زودی در خاک ایران در آغوش بگیریم و به خاطر این تلاش‌های پیگیر و مجاهدت‌های شبانه‌روزیتون بر چشماتون بوسه بزنیم و مسلماً پیروزی از آن مقاومت ایران خواهد بود. از اینجا اعلام میکنم تمام کسانی که چه علنی و چه به صورت مخفیانه اقدام به مماشات با صفاکان تهران میکنن و دست در دستان خونالود نیست این صفاکان میذارن، نه تنها مهر تاییدی بر اقدامات ظالمانه و ضد انسانی این فرقه تبهکار میزنن، بلکه دروازه های اروپا رو به روی کسانی باز میکنن که برای خودشون هیچ حد و حدودی قائل نیستن و جان انسان ها براشون پشیزی ارزش نداره. این مماشات نتیجه جز به خطر انداختن مردم اروپا، به خطر انداختن جون مردم اروپا و همچنین آزادی خواهایی که در پی افشاگری سرکوب ها در ایران تحت تعقیب بوده و هستند نخواهد شد. آزادی خواهانی که هنوز هم تحقیق میشن، هنوز هم آدم ربایی خودتون می‌بینید به شکل‌های مختلف در سطح جهان، متأسفانه یکی از کارهای خیلی پیش پا افتاده جمهوری اسلامی که در تمام دنیا داره انجام میشه. البته ما مردم ایران منطقه کس نخوارد رو دنبال می‌کنیم و با تکیه بر کانون‌های شورشی و ارتش آزاد بخش کار رو تا سرنگونی 100% رژیم آخوندی پیش خواهیم بود. البته در تمام تلاش‌ها خواهر مریم جلودار بودند که اگر ایستادگی و شعار میتوان و باید خواهر مریم نبود، شاید انگیزه‌ای برای ادامه مبارزه نداشتیم. این رژیم جز سرنگونی هیچ آینده دیگه پیش رو نداره و در آخر من هم حاضر خودم رو میگم، از آن ماست پیروزی، از آن ماست فردا. با سپاس فراوان از سیمای آزادی که ثبت کننده تمام دلاوری ها و رشادت های جنبش مقاومت ایرانه برای ایران آزاد. درود بر شما پاینده ایران. درود بر شما خواهر گرامی اهواز. به راستی که حرف تک تک مردم ایران میتونه رهنمودی باشه برای کسانی که روی اسب مرده رژیم آخوندی دارن سرمایه گذاری میکنن و شرط بندی میکنن که بدونن مردم ایران هم هیچگاه یادشون نخواهد رفت مماشات با رژیمی که سرکوب کرده مردم ایران رو و همه ثروتاشون رو به تاراج داده. تشکر از تماستون. حتما میپردازیم به نکاتی که مطرح کردین. دوستمون کاوه از ارومیه هم با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم به کاوه عزیز، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام، خسته نباشید. سلام عرض ادب میکنم به شما آقای کلان و خانم علی قلی. این سیل که اومده به سیل زدگان تسلیت عرض میکنم، به مردم ایران تسلیت میگم، به عزیزانی که عزیزانشون از دست دادن تو این فاجعه تسلیت عرض میکنم. این رژیم مسئول مستقیم این جانهایی از دست رفته است که واقعا ما نمیدونیم چی بگیم به این رژیم. این رژیم دارن به خاطر همین کارهاشون با میتوان و نباید ما رو از زندگیمون منحرف کنن، از کارامون منحرف کنن که نتونیم انتخاب آزادی خودمون رو بکنیم و نتونیم کاری برای این مشکلاتمون بکنیم.
دارن مزاحم زندگیمونم میشن، یعنی جون این مردم فقط دست این رژیم داره بازی میشه، دارن با جون مردم بازی میکنن. یه هر دفعه با یه داستانی که خودشون تشکیل میدن، خودشون انجام میدن، دارن جون مردم رو به خطر میندازن که بتونن پایشون محکم بمونه، و نمیدونن که مردم خودشون با شورش کردن و با انتخابشون دارن میبینن که چه اتفاقایی میفته. من از اینجا اعلام میکنم هر ایرانی، هر کسی که این فاجعه ها رو میبینه باید بدونه که این خودش دسیسه خود رژیمه، و مشکلات درست کردن رژیم سر هر موضوعی خود رژیم این کارا رو میکنه. اینا میخوان یه کاری بکنن که رژیم بگن رژیم یه مشکلاتی رو پیش نیاورده و این بلاهای طبیعیه. نه، این بلای طبیعی نیست. این چرا بلاهای طبیعی تو جاهای دیگه اتفاق نمیفته؟ شهرهایی که شورش میکنن اتفاق میفته، فقط تو شهرهایی مثل آبادان که مردم انتخاب میکنن و دارن کاری میکنن که رژیم رو سرنگون کنن اتفاق میفته و این بلاها اتفاق میفته. چرا تو شهرهای دیگه که ساکت و آرومه این اتفاقا این بلاها اتفاق نمیفته؟ این دسیسه خود رژیمه و رژیم داره با میتوان و نباید مردم رو وادار میکنه به کارهای دیگه. مثلا خود رژیم میگه هیچ کس نمیتونه این رژیم رو از بین ببره و داره تبلیغاتی میکنه بر علیه این که کسی نمیتونه شورش کنه، کسی نمیتونه. اینا همش موضوعاتیه که ما داریم باش کنار میاییم، اما تا چه حد؟ تا حدی که الان با جون مردم بازی کردن، تا این حد ما دیگه نمیتونیم وایستیم و وای نمیستیم و مشکلاتی که برامون پیش آورده هیچ موقع یادمون نمیره و تا آخرین قطره خونمون برای آزادی جون میدیم و تا آخرین قطره خونمون پای همین میتوان و باید وای میستیم. من یکی از اون کساییم که تو تابلوی میتوان و باید، تو تابلوی 5000 میتوان و باید هستم و خواهم بود و برای آزادیم، شهرم، ملتم، وطنم، مردم وطنم می جنگم و از مردمم میخوام که برای این آزادی، برای اینکه این رژیم که دستشون رو شده و مشکلاتی برای مردم پیش آوردن و داستانهایی درست کردن برای مردم، هر روز به یه بهونه، هر روز به یه کاری و دروغهاشون معلوم شده و مردم میخوان شورش کنن، میگم به همه ملت دست به دست هم بدی. الان خودشون دارن تفرقه میندازن بین مردم تفرقه هایی انداختن که من با همین گوشای خودم تو شهر ارومیه دارم میشنوم. مثلا اومدن شیعه رو با اهل تسنن دارن درگیر میکنن که بین خودشون درگیری بشه و به فکر سرنگونی و آزادی نباشن، فقط به فکر درگیری با هم باشن، جنگ با هم باشن. یه اتفاقایی افتاده تو شهر من، تو این منطقه من، که اینا همش برمیگرده به این که جلوی سرنگونی خودشونو بگیرن، جلوی این که نذارن مردم این رژیم از شهرمون، از مملکتمون بیرون کنن و نمیدونن مردم خودشون انتخاب کردن و میخوان رژیم از این مملکت بیرون کنن، چون دیگه خسته شدن. تا چه حدی تحریم ادامه پیدا کنه؟ میگن تحریم، اما تحریم خب دلیل داره. دلیلش اینه که این رژیم حالی نمیشه برای هیچ کس. وقتی مشکلی برای آدم پیش میاد، وقتی مشکلی برای مردم پیش اومده، باید این رژیم خودش باید حلش کنه. وقتی حلش نمیکنه، پس این رژیم فاسد شده است، باید بره. یه دزدیهایی میشه، یه چیزاییو من میبینم با چشم خودم، عذاب میکشم و از مردم میخوام هیچ موقع دست از این میتوان و باید ها نکشن و با همین میتوان و باید یه کاری بکنن که بفهمن مردم دارن تلاش میکنن، مردم دارن سعی میکنن که رژیمو از مملکتشون، از شهرشون، از منطقهشون، از دلشون بیرون کنن. و ما نمیخوایم دیگه این رژیم ادامه پیدا کنه، چون
همه مشکلات ما، همه داستانهای ما، همه زندگی که ما برامون پیش اومده دلیلش همین رژیم آخوندیه. این رژیم آخوندی کاری کرده که همه مردم از هم بدشون میاد، همه مردم از هم دور شدن. حتی الان یه کاری کرده پدر با پسر حرف نمیزنه، یه کاری کرده اینقدر مشکلات برای مردم پیش آورده، اینقدر داستانها درست کرده. دادگاه هاشون هم که به قول دوستم میگه بیدادگاهی، دادگاهی وجود نداره. مشکلاتی برام پیش اومد تو دادگاه، قاضی همه مدارکی که به نفع من بود به نفع خودشون رأی صادر شد و گفتم بیا طرف ما، بیا بسیجی شو، بیا نمیدونم ما مشکلاتو حل میکنیم. منی که یه دونه آدم شوره دنبال آزادیم، دنبال حل کردن مشکل مردمم، هیچ موقع به بسیج شدن یا بسیجی بودن تن نمیدم و نخواهم داد و دنبال اینم که با همین میتوان و باید بزنم تو دهن این رژیم و بفهمونم به مردم که این رژیم دیگه فاسد شده، باید بره، باید از این مملکت، از این شهر، از این منطقه بره. و قانونهاشون هم خیلی قانونهای علکی و قانونهای بیدر و پیکره، هیچ کس معلوم نیست، هیچ چیزی معلوم نیست تو جامعه ما، تو این کشور ما. تشکر میکنیم کاوه عزیز از تماستون و نکاتی که مطرح کردین. بله، این رژیم فقط بر تفرقه انداختن و حکومت کردن میگذرونه دوراشو و میخواد اینطوری حاکم باشه که مردم ایران هم همونطور که شما جوابشو دادین جوابش رو خواهند داد. تشکر میکنیم از دوست عزیزمون کاوه. خر مهری بفرمایید. دوستانمون نرگس از اهواز و کاوه از ارومیه صحبت کردن. بله، من هم درود میفرستم به هر دو نفری که با همون تماس گرفتن، خواهرم نرگس و برادرم کاوه. نکات بسیار زیاد و به حق و درستی رو هر دو توشون انگشت گذاشتن، به طور خاص در رابطه با اینکه رژیم آخوندی خودش باعث و بانی این هستش که هر حادثه طبیعی که به قول همین تماس گیرندگانمون برادرمون کاوه در کشورهای دیگه هم اتفاق میفته، ولی در ایران به یک فاجعه و مصیبت عظیم تبدیل میشه و مردم ما رو به کام مرگ میکشونه. علتش هم دقیقاً چیزی نیست جز این که این رژیم ضد مردمی تمامی اموال مردم و بیت المال رو به جای اینکه بیاد خرج زیرساخت‌های کشور بکنه، خرج لایروبی سیلاب‌ها بکنه، خرج زدن سدهای درست و مناسب بکنه، همه اونها رو چیکار میکنه؟ به جیب صدور ارتجاع خودش و چپاولش و غارتش و کارهای تروریستی در سایر کشورها میکنه. و به همین دلیل هم هستش که دقیقاً براش همه این چیزهایی که پیش میاد مائده است. چرا؟ چون مردم رو درگیر مصیبت میکنه، گرفتار بلا میکنه، درگیر درد و غم میکنه، در نتیجه خودش از این سوء استفاده میکنه. ولی خیلی خوب اشاره کردند هم خواهرم نرگس و هم برادرم کاوه که الان دیگه مردم ایران بسیار آگاه شدن، بسیار هوشیار شدن و میدونن که اتفاقا این رژیم که خواستش اینه که مردم رو بکشونه به این سمت که نمیتونین و نباید که ما رو سرنگون کنین، برعکس همه مردم اومدن به طور خاص از کانونهای شورشی یاد گرفتن که با میتوان و باید میشه جلوشون ایستاد و در مقابلشون سرخم نکرد. و اتفاقا چه کار کرد؟ این کاری که رژیم میکنه حق خودشون رو از این رژیم بگیرن. همچنین اشاره کردن به این که در مناسبت هایی که الان هست به کس نخارد، خواهرم نرگس اشاره کرد که دقیقا همینه. مردم ایران الان به همین نقطه رسیدن که خودشون هستن که میتونن آزادی رو به دست بیارن. بنابراین علارغم خواسته رژیم که خامنه ای اومده با روی کار آوردن رئیسی جلاد میخواد که این حکومت رو در واقع
حکومت خودش رو ابقا بکنه، مردم شعار مرگ بر خامنه ای و مرگ بر رئیسی رو به کف خیابون ها رسوندن و قطعاً که با همین ایستادگی، با همین شعار میتوان و باید که شما اومدین و بقیه هم خواستین، میتونن به حق خودشون دست پیدا بکنن. خیلی ممنون از تماستون. بله خیلی متشکرم. هموطنمون جواد از تربت جام با ما در تماس هستند، بشنویم نظرات ایشون رو در مورد بحث امروزمون. سلام بر جواد از تربت جام، بفرمایید. سلام علیکم. با سلام خدمت آقای مسعود کرانی و مهمان گرامی حمید. آقای سلامت باشین. من میخواستم تبریک بگم به خاطر دادگاهی که هر روز اخبار سیمای حاضری دنبال میکنم. واقعا خسته نباشین در تلاش ها و دست مریضان، خسته نباشین. درود بر شما. تظاهرات برلین را از سیمای آزادی دیدم. حضور پرشور. درود بر شما. حضور ایرانیان برام خیلی چشمگیر بود. دیدم که چطور هموطنان ما در خارج از کشور هر روز جلوی دادگاه حمید نوری در سرما و گرما داشتن. با این ماه اخیر تمام ایرانیان یا تمام قوا برای جلوگیری از معامله ننگین برگردن دیپلمات تروریست سعی میکردم. سازمان و تشکیلات این مقاومت را دیدم در چند ماه علیه رژیم میجنگیدن. در تظاهرات پرشکوه برلین خانم مریم رجوع صحبتهایی از پیام تصویری و صوتی پیش از 5000 تن از کانونهای شورشی کردند که برای سرنگونی رژیم آخوندی در مؤسسات پنجم اعلام آمادگی کردند. من یکی از این 5000 تن هستم. مرسی. درود بر برادر عزیزمون جواد از تربت جام. خیلی خوشحال هستیم که صدای یکی از اون 5000 قهرمان مردم ایران رو شنیدیم و تشکر از تماستون. بفرمایید خواهر مهری. من هم سلام میکنم و درود میفرستم به برادرم جواد از شهر تربت جام و خیلی خیلی باعث افتخار ماست که میشنویم همون کانون‌های شورشی که اعلام آمادگی کردند و شعار میتوان و باید رو به همه جا بردن، الان با ما تماس میگیرند و خودشون یک بار دیگه اعلام حضور میکنند و شما باید بدونین که هر کدوم از این تماس‌های شما، هر کدوم از این میتوان و باید‌های شما که شما اعلام میکنین خودش رو در روی نظام این آخوندی هست و خودش شعله های نور، امید و روشنایی هست در داخل خاکمون ایران. و همینطور شما اشاره کردین به تظاهرات بزرگ برلین که جای افتخار داره. همطور که شما خودتونم و تماس گیرندگان قبلی گفتین، این رژیم هیچ وقت دست از شانتاج و دروغ پردازی و تهدید بر نداشته. حتما همه میدونین که به دلیل ترس بسیار زیادش از همین تجمعاتی که میدونست برگزار میشه شروع به تهدید کرده بود که باعث بشه کسی نیاد، ولی هموطنانمون از نقاط مختلف، از کشورهای مختلف همه خودشون رو به تظاهرات برلین رسوندن تا صدای شما باشن، صدای مردم ایران باشن، صدای این باشن که ما خواهان آزادی و دموکراسی هستیم و نمیگذاریم که نظام آخوندی صدای مردم ایران رو خفه کنه. و اینطوری در تظاهرات برلین با جمع شدنشون دور هم دیگه نشون دادن که این مقاومت چطور میدونه، علارغم اینکه همین که شما اشاره کردید در چندین جبهه در حال جنگ بود، در دادگاه حمید نوری، در دادگاه اسدالله اسدی در بلژیک و پهنه‌های مختلف در حال نبرد بود، ولی تظاهرات به اون عظمت هم تشکیل شد و چند جبهه رو نشون داد که میتونیم با همبستگی با همدیگه این صدای مردم خودمون رو به همه جا برسونیم. همطور شما اشاره کردید به این 5000 کانونی که اومدن و اعلام حضور کردن، که این 5000 هم خودش بیانگر این بودش که نظام آخوندی که میخواد بگه که هیچ کس
در واقع مجاهدین و مقاومت ایران در داخل پایگاه ندارن، یک تودهنی بزرگی به همین نظام بود و بنابراین به خاطر همینه که از اون بسیار میسوزه و بسیار بسیار خوشبختیم که صدای شما رو هم امروز با خودمون داریم. بله، بسیار متشکرم. هموطن عزیزمون عباس از خراسان با ما در تماس هستن، سلام میکنیم بهشون و خواهش میکنم بفرمایید شما هم نظرتون رو در مورد بحث برنامه امروز. با سلام خدمت موجه توانمند جناب کلانی عزیز و مهمان برنامه خواهر مهری علی قلی و تمامی دستندرکاران سیمای آزادی. تظاهرات بزرگ هموطنان در برلین و چند کشور دیگر عظمت آن را مجدداً بر همگان و به خصوص ناظران خارجی نشان داد که مقاومت ایران و رهبری پاکباز آن چه جایگاه عظیمی در بین ملت ایران داره و همچنین قدرت و عظمت و توان تشکیلاتی آن را به نمایش می گذارد که همزمان در چندین نقطه دنیا به صورت متوالی بر ضد توطئه ها و معاملات آخوندها حاضرند و در جبهه های مختلف با نظام دیکتاتوری آخوندی می جنگند. درود به ایرانیان شریف و اشرف نشانها و تمامی شورشیان که در کنار مجاهدین و جبهه مقاومت به سرنگونی نظام آخوندی ارتجاعی در سراسر جهان کمک می کنند و همیشه نشون دادند که در کنار مجاهدین با قاطعیت برای خودشان که همان سرنگونی روبه صفتان ارتجاعی می باشد ایستاده اند. همانطور که رئیس جمهور برگزیده خانم رجبی در سخنان خودشان متذکر شدند به عنوان تعهد خود که اگر خامنه‌ای فکر می‌کند می‌تواند با دسیسه و توطئه‌های رنگارنگ مجاهدین را متوقف کند، سخت در اشتباه است و هرچه خودهای دشمن زیادتر بشه برعکس مجاهدین شعله مبارزه را فروزانتر و بالاتر می کنند. و همگان دیدند و دیدیم که کانونهای شورشی با بیش از 5000 می توان و باید این طور حاضر خودشون را به اعلام کردند و منم باز مجددن در اینجا حاضر بودن خودم را اعلام می کنم. نکته دیگر این که می خواستم بگویم، هفتم مرداد ماه روز پرواز تاریخ ساز رهبر انقلاب و مقاومت مسعود را از قلب پایگاه یکم شکاری مهرآباد از تهران به پاریس را هم که سرآغاز جهشی در پیشرفت مقاومت تلقی می شود تبریک می گویم. خدایا شیر همیت و بیدار را در کنف حمایت خویش قرار بده و حافظ او باش. الهی آمین. الهی آمین. السلام. درود بر برادر عزیزمون عباس از خراسان. تشکر از تماستون. ما هم با آرزوها و دعاهای شما همراه هستیم برای روز آزادی مردم ایران و برای آبادی و بهروزی مردم ایران. تشکر از تماستون. با ما در تماس هستن، سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام جناب آقای کلانی. سلام بر شما. با سلام و درود به روی پاک شهدای راه آزادی و شما توانای مجری توانا و مهمان برنامه‌تون خانم مهدی علی قلی. عرضم حضور شما، اولا که من تبریک میگم به ایرانیان خارج از کشور به خاطر تظاهرات خیلی باشکوهشون در برلین که خود این تظاهرات های مشت محکمیه بر دهان این آخوندها. و هفت مرداد و سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 که خمینی جلاد با افرادش 30,000 زندانی مجاهد و مبارز رو سر به دار کرد و تسلیت میگم به تمام خانواده هاشون و مردمان راه آزادی.
و ما از همان زمانها این موقعات مجاهدان بوده که تا الان این رژیم رو به پرتگاه سقوط رسانده، وگرنه که هیچ چیزی خود به خودی عوض یا نابود نمیشه و ما هم رهبران همان مردم و زنان شجاع و سربدار هستیم و باید باشیم که مانده ایم و باید راه آنان را ادامه دهیم. به قول خواهر مریم رجوی میتوانیم و باید این رژیم آخوندی اهریمن صفت رو با تکیه به هم و با یاران داخلی که همان کانونهای شورشی و در خارج از مرزهای ایران با تکیه به یاران مجاهدمان که حقا در مجامع سیاسی در جهان که خوب پوزه رژیم آخوندی را به روی خاک مالیدن و در دادگاه آن تروریست دیپلمات که خامنه جلاد فرستاده بود، منظورم اسدالله اسدی در بلژیک، که یک پیروزی بیشک دیگری را رقم زدن که جانانه بود. و اما سخن آخر، بچه های ایران با تکیه به باور یکدیگر و با اتحاد همگانی باید با توجه به مبارزات کانونهای شورشی در داخل و یاران خارج از کشور که پیروزی می آفرینن، باید سرهای اصلی این هیولای آخوندی را قطع کنیم به امید پیروزی. خیلی هم سخت نیست، هر کدوم از این کانونهای شورشی که الان 4-5 هزار نفریم، هر کدوم 10-15 نفر رو بخوایم بیاریم هزاران نفر میتونیم بشیم. خیلی هم به نظر من سخت نیست. با آرزوی پیروزی به همه مردان راه آزادی. تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون. درود بر برادر عزیزمون محمد که از تهران تماس گرفتن. بله، قدرت مردم ایران آنچنان هست که هیچ دشمنی و هیچ نیرویی نمیتونه جلوشون بیسته و این هست که امید آزادی رو هرچه فروزانتر میکنه در قلبهای همه مردم ایران. درود بر شما. هموطن عزیزمون محمد از مسجد سلیمان با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. بفرمایین، خواهش میکنم. سلام علیکم. همی داشتیم ایرج و سلم و تور، فریدون و زحاک و بهرام و گور. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت مجری محترم جناب آقای کلانی و همچنین مهمان عزیز بر خانم علی قلی و همچنین از تسلیتی دارم به همه هموطنانم بابت همین سیل اخیر که از ناکارآمدی و ضعف مدیریت این رژیم نحس آخوندی این بلاها بر سر هموطنان عزیزمان اومده و ما بسیار قلبمون ناراحتیم. آقای کلانی عزیز، من به عنوان یه سرباز ایرانی به همراه چند تن از دوستانم وظیفه دونستیم که تماسی برقرار کنیم با برنامه خوبتون و از تمامی هموطنان عزیزمون در آلمان به خاطر این تظاهرات باشکویی که در حمایت از امثال ماها و از کل آزادی خواهان به خاطر ایرانی ها و خاطر سرزمین اشغال شدهمون انجام دادن تشکر و قدردانی کنم و همچنین میخواستم که بگم که با این تظاهرات ثابت کردن که خانم مریم رجوی با جبهه مقاومت تنها جبهه‌ای هستن که میتونن این رژیم نصر رو به زانو در بیارن با این برنامه و تنظیماتی که داشتن و همچنین راه به حقشون. بعد از اینا میخواستم که بگم که پایگاه مردمی و جبهه مقاومت در دل همه ایرانی ها جا داره. هممون به عنوان سرباز در خدمت خانم مریم هستیم و برای سرنگونی این رژیم نحس آخوندی در صف اول حاضر میشیم. و همچنین در ادامه صحبت ها میخواستم یادآور خاطره 30,000 شهید مجاهد قتل عام سال 67 که با مبارزه و ایستادگی در مقابل خمینی جلاد و همچنین رئیسی و خامنه ای فریبکار سرخم نکردن را یادشان را گرامی بدارم و ما هم نیز ادامه رو این شهیدان هستیم. و همچنین میخواستم بگم که با این که مجاهدین مشغله‌های زیادی از جمله دادگاه همین حمید نوری، از جمله این اسدی که از عوامل سپاه تروریست بوده، با
با اینکه این همه مشغله داشتن ولی این تظاهرات را به خوبی برگزار کردن، چقدر باشکوه و جایگاه و مقاومت را به تمام دنیا ثابت کردن و این باعث غرور و قوت قلب برای ماها شد که در این سرزمین همچنان سرکوب میشیم و صدامون به هیچ جا نمیرسه. با تشکر از همه عوامل و دستندرکاران برنامه، امیدوارم که بتونم مثل یک سرباز در خدمت جبهه مقاومت، در خدمت ایرانم، در خدمت همه شما باشم. موفق باشید. خیلی ممنون از برنامه‌تون. درود بر برادر عزیزمون محمد و یارانشون که تماس گرفتن و صحبت کردن. خدایا رو نگهدارتون باشه در انجام وظایف همگی هر کدام از ما در قبال میهنمون. میپردازیم به صحبت‌های شما. دوستمون سیاوش از گرگان هم با ما در تماس هستند. سلام عرض بکنیم خدمت شما، خواهش بکنم بفرمایید. سلام و درود به مجری برنامه آقای کلانی و مهمان ویژه خانم مهری علی‌گوری عرض میکنم و به تمام زنان آزادی خواه کشورم درود میفرستم. در بدو امر به تمام مجاهدین یاد و خاطره تاریخی پرواز 7 مرداد که برادر مسعود رجوی وطن را برای ادامه مبارزه در پی شروع قتل عام و کشتار مجاهدین از سوی شیطان زمینی خمینی ملعون شروع شده بود رو تبریک عرض میکنم. در ضمن یاد و خاطره عملیات فروغ جاویدان که لرزه بر سرنگونی بر ارکان رژیم ولایت فقیه در این عملیات انداخ رو هم تبریک عرض میکنم و اینکه مجاهدین با خونهای خود در جهت آزادی کشور اقدام نمودند، یاد و خاطره آنها را برای همیشه زنده نگه میداریم و در حال حاضر مزدوران رژیم که در برابر این عملیات ایستادند نشانه های یأس و سرخوردگی در آنها پیداست و حال و روز کشور را از لحاظ اقتصادی و سیاسی که میبینند تأسف میخورند که چرا در برابر این عملیات ایستادگی کردند و با تمام امکانات نسبت به سرکوب این عملیات اقدام کردند، در حالی که با عملیات فروغ جاویدان و پیروزی و تسخیر و بیرون راندن آخوندهای خونخوار حال و روز کشور اینچنین نبود. بعد از عملیات پر افتخار فروغ جاویدان بود که رژیم و مزدوران آن که همین رئیسی جلاد یکی از آنان است دست به کشتار مجاهدین در داخل کشور و زندانیانی که دارای حکم حبس بودند به صرف باقی ماندن در موضع شروع به قتل عام آنان کردند، به خیال آن که با این کشتار سازمان مجاهدین خلق و مقاومت ایران در هم می شکند، غافل از این که مبارزه علیه این دجال از سوی مردم و مقاومت مصممتر و قدرتمندتر ادامه خواهد داشت و نتیجه این جنایت را امروز حمید نوری هرچند تجربه کرده و در واقع زنگ خطری برای رئیسی جلاد و خامنه‌ای ملعون است که در فردای عدالت چنین حال و روزی و عاقبتی خواهد داشت. در ضمن پیروزی دیگر مجاهدین در جلوگیری از استرداد دیپلمات تروریست رژیم که در واقع مماشات با این رژیم مهر تاییدی بر حرکات تروریستی رژیم است و صلح جهانی را به خطر می‌اندازد را هم تبریک میگم و این کارزار علیه مماشات با رژیم ادامه دارد و خواهد داشت و مجاهدین با تظاهرات و راهپیمایی‌های گسترده از آرمان‌ها و دستاوردهای خیش عقب نشینی نخواهند کرد، به طوری که این مماشات رژیم تروریستی آخوندی را در انجام ترور جریحه‌دارتر کرده و خواهد کرد و اینکه تنها این مجاهدین هستند که تمام قد در برابر این خونخواران تاریخ ایستادند. به گفته خواهر مریم رجوی، مجاهدین هرگز ترس و واهمه از این رژیم دجال ندارند و نخواهند داشت و جان ناچیز خیش را از ابتدای مبارزه برای آزادی و رهایی ملت و کشور آماده فدا کردن هستند. در ضمن به آمران این طرح میگویم که از کلان اعدام های دهه 60 و قتل عام 67 و کشتار کمپ اشرف این نسل آماده است که همه چیز خود را برای آزادی ملت خیش فدا کند. مجاهدین با فدا کردن جان خیش به دجال به اثبات رساندند که بر موضع خیش باقی هستند و
و برای سرنگونی این دجال تردیدی به خیش راه نداده و نخواهند داد. زیرا موضوع ولایت فقیه ابدایی در جهت چپاول و چاپیدن ملت و کشور بوده است و این دشمنی با مجاهدین و همگان و روشنفکران آشکار است که رژیم فقط و صرفا تنها از سوی مجاهدین و شورای ملی مقاومت ترس دارد و حتی بر این طرز خیش اذعان و اعتراف دارد و این حکایت از قدرت مقاومت ایران است. در پایان سیاست‌های بی تدبیرانه و ناکارآمد رژیم را که در تار و پود زندگی مردم قابل ملاحظه است، این سیلاب‌های امروز است که امروز در کشور به راه افتاده، نتیجه چپاول جنگل‌ها، کویرها و رودخانه‌هاست. این رژیم بر هیچ چیز شما رحم نخواهد کرد. فرزندان شما با این رژیم آینده ای ندارند. کشور شما در آینده ای نزدیک به یکی از فقیرترین کشورهای دنیا تبدیل خواهد شد و چه بهتر است برای یک بار هم که شده با تفکر و تعقل در کنار مقاومت ایران بایستند و برای سرنگونی این دجال و فاشیست دینی که همه چیز شما و اعتقادات شما را بی‌معنی کرده و با استفاده از مذهب و بزرگان آن بر افکار شما حکومت می‌کند پایان دهید. این جانب یکی از افراد شرکت کننده در کارزار میتوان و باید بود هستم و اعلام می‌کنم در ضمن عملیات فروغ جاویدان بزرگ در آینده نزدیک با تمام قدرت و در کنار ملت برای سرنگونی رژیم فاشیستی آغاز خواهد شد. با تشکر. درود بر برادر عزیزمون سیاوش از گرگان. تشکر از تماستون. بله، همونطور که شما گفتین، هر ایرانی آزاده و دوستدار میهنش و مردمش این وظیفه رو بر دوش داره که برای آزادی میهنش بجنگه و ایران زیباترین وطن رو آزاد بکنه. تشکر میکنم از سیاوش عزیز. میپردازیم به صحبت‌های شما. اجازه بدین دوستمون مجید از شاهرود هم با ما در تماس هستن، صحبت‌های ایشون رو هم بشنویم، بعد بپردازیم به پاسخ خواهرمون به دوستانی که صحبت کردن. بفرمایید. سلام بر مجید، بفرمایید. با سلام و عرض ادب درود بر شما در کاران سیمای آزادی و صدای مردم ایران، به خصوص موجود توانمند و بسیار محترم برادر خوبم آقای مسعود کلانی و همچنین مهمان خوب برنامه‌تون. مجید هستم، خواهش میکنم از اینکه چند دقیقه به من فرصت دادی که بتونم حرفای خودم رو بزنم صمیمانه تشکر میکنم. ابتدا میخواستم پیروزی بزرگ دادگاه بلژیک درباره دیپلمات تروریست اسدالله اسدی رو به مردم ایران و خانم مریم رجوی که با تلاش های خستگی ناپذیرشون تونستن تا دو ماه دیگه دادگاه را تمدید کنن، ولی من شک ندارم پیروزی از آن مقاومت ایران و شورشگران است. یه نکته هم اضافه کنم که خانم رجوی در پیام تصویری خودشون به تظاهرات بزرگ برلین گفتن که بیش از 5000 کانون شورشی حاضر و تعهد دادن. خب منم این افتخار داشتم که یکی از همین 5000 تن باشم و برای رسیدن به آزادی وطنم و سرنگونی آخوندهای مفتخور عهد بستم و میبندم. خودم قبلا زندانی بودم، شکنجه شدم، اما باز هم آمادم جانم را فدای آزادی بکنم. میتوانه باید این رژیم آخوندی را سرنگون کرد و در این راه من هم حاضر و حاضر و حاضرم. درود بر همتون. درود بر برادر عزیزمون مجید از شاهرود از کانون‌های شورشی دلاور. ممنون از تماستون. خواهر مهر بفرمایید. من زیاد صحبت نمی‌کنم که شما حداقل فرصت صحبتی پیدا بکنیم با توجه به تماس‌های خوب هموطنانمون. بله، ممنون. اول بگم که همه ما می‌دونیم که اصل برنامه ساعت وصل مربوط به تماس هموطنانمون هست، چرا که هر تماسی که هست، هر صدای اونها رو که ما میشنویم، هم ما هم بقیه کسانی که از سیمای آزادی صدای شما رو میشنون غرق شعف شور و افتخار میشیم نسبت به تک تکتون، کسایی که تماس گرفتین
و میدونیم هم که اصل و اولویت با تماس شماست، بنابراین شما هم با دست باز هر جایی که تماس خواستیم وصل بکنید. من فقط میخوام خیلی سریع تشکر بکنم از این برادرانمون که تماس گرفتن، چون هر کدومشون به نکات بسیار بسیار درست و دقیقی انگشت گذاشتن که میشه ساعتها در موردش صحبت کرد. من فقط اشاره میکنم برادرمون عباس، شما چقدر عباس از خراسان که گفتید اشاره به صحبت خواهر مریم کردین که به طور واقعی اگر که خامنه ای فکر میکنه که با فشار آوردن و توطئه و تهدید مجاهدین و الان مردم ایران و هر کس دیگه ای که در جبهه روبروی اون قرار گرفته عقب نشینی میکنه، سخت در اشتباه هست، بلکه الان همه یاد گرفتن که در خط درست در رابطه در مقابل با فاشیست عقب نشینی نیست و ایستادن و مقاومت کردن هستش و بنابر این خط این دست این رژیم آخوندی رو شده. و برادرم محمد از تهران که در واقع شما هم صحبتهای خیلی درستی کردیم و اینکه گفتید که ببین به صورت خود به خودی هیچ وقت این نظام و این رژیم سرنگون نمیشه و الان در درست در ضعیفترین نقطه خودش قرار داره، بنابراین هیچ سخت و مشکلی مشکل نیست، فقط کافیه که مردم ایران همت بکنن، همه با هم دیگه دست در دست هم دیگه و به پشتیبانی با مقاومت ایران و سازمان مجاهدین در یک گام و یک حرکت بسیار نزدیک میتونیم اینها رو سرنگون بکنیم، چرا که ترس و وحشت رژیم همطور که شما اشاره کردید از همین هستش که دکل سرنگونی خودش رو دیده و اینکه میفهمه که در پس همه این فشارهایی که وارد میکنه به مردم ایران سرنوشتی جز سرنگونی ندارن. یا برادرم محمد از مسجد سلیمان درود میفرستم به شما که مثل همیشه گفتید در صف اول هستین و الان این صف اول داره هر قدم با هر تماس شما پرتر و پرتر میشه و ما هم خیلی افتخار داریم که پشت سر شما و در کنار شما هستیم. برادرم سیروس که شما هم به نکات خیلی درستی اشاره کردین، اینکه این کشدارها و اعدامهایی که چه از قبل نظام آخوندی در سال 67 کرد و الان جنبش دادخواهی اون ادامه داره و حرف و شعار همه اینه که نمیبخشیم و نفراموش میکنیم و تک تک اونها رو به پای میز محاکمه خواهیم کشوند و دستبردار نخواهیم بود و حتی اعدامهایی که همین الان میکنه هیچ کدومش نشانه از قدرت این رژیم نیستش، بلکه دقیقا به دلیل ضعفشه، دقیقا چون میترسه و لرزه سرنگونی رو میخواد با ایجاد رعب و وحشت چند سباهی عمر خودش رو زیاد بکنه و همطور که گفتین در واقع تمامی این خونهایی که به ناحق ریخته شده گریبانش رو خواهد گرفت و هیچ وقت ملت ایران از اون کوتاه نمیان. و برادرم مجید از شاهرود که شما هم این همین پیام رو دادید که شورشگران در واقع پیروزی میسازند و اعلام آمادگی خودتون رو کردین، درود میفرستم به شما و همه کسانی که در واقع به این صورت با رسوندن پیام خودتون جدا از این که در شرکت کردین با شعارهای میتوان و باید در گرد همایی که خارج اشرف نشانها در خارج داشتن، شما هم در اونجا حاضر بودین و به این صورت همه مردم ایران و همه کسانی که خواهان حکومت مردمی و دموکراسی و آزادی هستیم به این صورت قدرتمند میتونیم که در کنار همدیگه این مقاومت و این نبرد تا سرنگونی رو پیش ببریم. بسیار متشکرم. هموطن عزیزمون حمید از کرج با ما در تماس هستند. سلام عرض میکنم خدمتشون و خوشحال میشیم که نظر و نکات ایشون رو هم در مورد بحث امروزمون بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم. دوستمون حمید از کرج، بفرمایید. دوستمون حمید از کرج، آیا تماس شما با ما برقرار، صدای ما رو دریافت میکنین؟ به
نظر میرسه که حمید قطع شده و منتظریم ایشالله که تماسشون برگزار بشه، برقرار بشه و ما نکاتشون و صداشون رو بشنویم. خواهر مهری، اون چیزی که جالب هست و دوستان ما هم روش تاکید کردن، این هماهنگی و یک نواختی حرف مردم ایران چه در خارج و چه در داخل هست، یعنی یک آرزو، یک خواسته و یک هدف و آرمان رو دوستانمون طرح می‌کردن که هم در این روزها که خب تظاهرات هموطنانمون در برلین، در سوئد، در بلژیک برگزار میکنن، همون حرفی رو میزنن که مردم ایران الان در داخل ایران و البته از سالها پیش میزدن. این یک نواختی و هماهنگی بسیار جالبه. بله، همینطور که الان شما اشاره کردید، به طور واقعی این نشون دهنده این هستش که مقاومت ایران در حال حاضر پیشرفت و پیروزی و موفقیت مقاومت ایران هستش که به این صورت هماهنگ و منسجم برخلاف اون خواسته نظام آخوندی که دنبال این هستش که با ایجاد رعب و وحشت و تهدید با تهدید و اینها این پراکنده بکنه و نگذاره این مردم، چه کسانی که در خارج کشور هستند، چه به طور خاص کانون‌های شورشی، هواداران و مردم ایران با هم پیوسته بشن، ولی عملاً چون که سیاست‌هاش به شکست مواجه شده و عملاً به دلیل اینکه به طور واقعی نظام آخوندی در شرایط کنونی در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار گرفته. شما همونطور که قبلش هم اشاره کردم، خب خامنه‌ای رئیسی رو آورده بود بر سر کار تا به وسیله این جلاد کاری بکنه که جو و فضای اختناق رو چند برابر بکنه و جلوگیری بکنه از اینکه مردم ایران قیام‌ها و اعتراضات خودشون رو گسترش بدن. ولی الان می‌بینید صحنه به چه صورت شده. هر روز و هر روز مواجه هستیم با انبوه اعتراضات، انبوه تجمعاتی که مردم به کف خیابون میان و الان شعار مرگ بر رئیسی به یک شعار عام تبدیل شده. تمامی در و دیوارها پر از شعار مرگ بر خامنه‌ای شده و از اون طرف مردم دارن میشناسن مقاومت ایران رو. تنها کسی که ایستاده، سالیان ساله که ایستاده در مقابل این رژیم و کوتاه نیومده، مقاومت ایران سازمان مجاهدین هست به رهبری خواهر مریم. از یک طرف میبینین که به این صورت هستش که توی داخل هر روز کانون‌های شورشی نه تنها عکس‌ها و تصاویر منحوس سران رژیم به طور خاص خامنه‌ای، رئیسی و بقیه جلادان رو به آتش می‌کشن، بلکه الان با عملیات‌های ضد اختناق مراکز این نظام رو زیر ضرب گرفتن و قرارگاه‌های سپاه جهل و جنایت و دزدی و غارتگری رو به آتش می‌کشن. بنابراین دیده که به چه صورت هستش که نمیتونه در حال حاضر جلوی اینها رو بگیره. شروع به تهدید می‌کنه، شروع به شیطان سازی می‌کنه، ولی از اون طرف هم اشرف نشان‌ها که سالیان سال هستش که پشتیبان این مقاومت هستن، صدای مردم ایران هستن و صدای اونها رو به همه جا میرسونن. و همطور که الان در واقع شما اشاره کردید، یک هماهنگی بسیار قوی و مستحکمی هستش که با این هماهنگی مردم ایران به پشتوانه اشرف نشانها و همه در این مسیر میتونیم ضربه نهایی رو به این نظام وارد بکنیم. بله، بسیار متشکرم. هموطن عزیزمون کامران از سنندج با ما در تماس هستند. سلام عرض میکنم خدمتشون. بفرمایید، خواهش میکنم. هموطن عزیزمون کامران از سنندج، اگر صدای ما رو میشنوید، ما منتظریم که نکات شما رو در مورد بحث امشبمون بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم.
آیا دوستمون کامران ارتباطشون وصل هست؟ خدمت هستم آقای کلانی، خسته نباشید. در مورد این عملیات فروغ جامدان در مجلس برادرهای جاهلیت، بله من در خدمت هستم. صدا میاد؟ الان به شما بله صداتون خوشبختانه میاد، بفرمایید. خواهش میکنم. صدا میاد؟ بله بله بفرمایید. الو، من در خدمت هستم آقای کلانی. درود بر شما. من در مورد عملیات فروغ جاودان میگم، از مجلسات میگم به برادرهای مجاهد. دوم اینکه این عملیات عملی روح تمام مردم ایران رو شاد کرد و این ضربه محکمی بود برای رژیم آخوندی مردم ایران، خصوصا مردم کردستان از این عملیات شاد شدن و امیدوارم که در آینده نزدیک این برادرهای شفق بکنن. و دومی در مورد کردستان، ما مردم کردستان واقعا در فقر و ندامت هستیم. رژیم آخوندی با زندان و با شکنجه این مردم در خفقان و در گروگان قرار داده و این هم دوام نداره و دولت جمهوری اسلامی که یه رژیم آخوندی هست و مردم تحت شکنجه و فشار قرار داده، کولبرها را با مثلا گلوله مستقیم میکشه، این هم دوام نداره. مردم کردستان هم با بقیه مردم ایران آماده هستن که این رژیم آخوندی رو به درک واصل کنن. به هر حال این رژیم آخوندی به وسیله قدرت سرکوبگری که داره و پولهای کلانی که خرج میکنه به وسیله تروریست های نیابتی از کشورهای خاورمیانه صادر میکنه، این مردم تو خفقان قرار داده و میخواد مردم سرکوب کنه که نمیتونه. مردم همه پخته هستن، همه آمادگی دارن، اونم در سایه لطف برادرهای مجاهد که فعالیتشون خوبه و به مردم کمک میکنن. به هر حال ما در خدمت برادرهای مجاهد هستیم، ما مردم کردستان آمادگی خودمون اعلام میکنیم که این دولت به این زودی ها به درگ واصل بشه و یه حکومت عدالت بیاد سر کار. من در خدمت هستم. درود بر شما کامران عزیز. به نظر شما کامران چرا رژیم این همه دروغ و دغل میگه علیه مجاهدین و کارهایی که خودش، جنایتهایی که خودش کرده میخواد بگه مجاهدین کردن، در صورت که مردم باور نمیکنن در عملیات فروغ جاویدان که شما بهش اشاره کردین؟ این رژیم به غیر از دروغ و قول سر خرمن دادن به مردم کاری دیگه نکرده. به یکی میگه سهام عدالت و وام ازدواج و فرزند آوری، اینها قولهای سر خرمن هستن، اینها دروغ گفتن. 40 سال به چهل و چند سال به مردم دروغ میگن، اینها هیچ کس باورشون نمیکنه. اینها به خاطر اینکه خودشون در قدرمانن به همه توهین میکنن، به همه افترا میکنن، به خاطر این مثلا برادرهای مجاهد مثلا توهین میکنن، اینها دروغ میگن. سپاه تروریستی پاسداران تو همه جای دنیا نفوذ کرده به وسیله پولهایی که تو اختیار داره، به وسیله پولهایی که تو اختیار داره، به وسیله قدرت سرکوبگر، اینم دوام نداره. خب همه مردم میدونن اینها به این زودی ها انشالله میرن. درود بر شما هموطن عزیزمون کامران از سنندج. سلام های گرم ما رو به هموطنان عزیز کردمون در کردستان برسونید. همیشه یار و یاور مقاومت بودن و مردم ایران بودن برای آزادی و برای رهایی. خدا یار و نگهدارتون باشه. دوستمون حمید از کرج هم با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون. بفرمایید. خواهش میکنم. سلام بر مجری توامند آقای کلانی عزیز و مهمان عزیزشون خانم مهری علی کلی. سالگرد عملیات فروغ جاویدانه، عملیاتی که جام زهر رو به حلقوم خمینی ریخت و اگر این اتفاق نمی افتاد جای 1 میلیون نفر قربانی، 4-5 میلیون قربانی به دامن مردم ایران گذاشته می شد. و درود بر مجاهدین که پای صلح امضا کردن با این عملیاتشون و به جنگ پایان داده شد.
چه شهدایی گران قدیت، جوانای بزرگ، مردانی که شیراهن، کوه مردانی واقعا که تونستن در این عملیات افتخارانه جانشون رو برای آزادی تقدیم مردم ایران بکنن. و اگر نبود اون شهدا، الان هم از کارونهای شورشی خبری نبود، الان هم جامعه در سکوت و بیخبری به سر می برد. خون اوناست که جوشیده، الان 5000 فکت می توان و باید به سیما ارسال میشه. واقعا افتخار داره، واقعا افتخار، درود بر مجاهدین که تونستن این همه افتخار بیافرینن. این همه شوق در چشمان مردم دیده میشه وقتی عملیاتی کانونهای شورشی عملیاتی انجام میدن، میبینم، حس میکنم که مردم چقدر شادن. مردم ایران، خلق قهرمان ایران، رژیم خود به خود نخواهد رفت. باید متحد بشیم، کانونهای شورشی را شناسایی کنیم، پیدا کنیم، وصل بشید، متحد شید، منسجم شید. واقعا این رژیم با دست خالی از بین نمیره، باید متحد شد، سازمان یافته عمل کرد، به مجاهدین پیوست، به گروه های مبارز پیوست. هیچ کاری اینا نمی کنن، برفتنشون هم قطعیه، 100%. علائم جامعه، شرایط عینی جامعه نشون میده که بابا هر روز تو ماشینات، تو خیابونات، تو اجتماعات این همه لعن و نفرین میفرستین. باید کاری کرد، باید حرکتی کرد، باید قدمی برداشت، سیمای آزادی رو مردم معرفی کرد. درود میفرستم آقای کلانی به همه هموطنانتون و موفقیت بزرگتون. درود بر هموطن عزیزمون حمید از کرج. بسیار تشکر میکنیم از تماستون و نکاتی که مطرح کردین. امیدواریم که موفق و سلامت باشین. بفرمایید خواهر مهری، دوستانمون صحبت کردن، نکته‌ای دارین بفرمایید. بله، من هم سلام و درود میفرستم هم به برادرم کامران از سنندج و برادرم حمید از کرج. هر دوشون اشاره کردن مجدداً به عملیات کبیر فروغ جاویدان که به عنوان یک الگو هستش. الگوی چی؟ الگوی این که در زمانی که همون موقع خمینی میخواست با دجالگری بعد از این که جام زهر آتش بس رو به حلقومش ریختن مقاومت و سازمان مجاهدین، میخواست چهره عوض بکنه، ولی بین این که مجاهدین بمونن یا برن، پشت این که الان چه کمبودهایی دارن، چه سلاحی کم دارن، اینا نموندن. مجاهدین تصمیم گرفتن، رهبری مجاهدین بردر مسعود تصمیم گرفت و همین تصمیمش رو با همه مجاهدین به اشتراک گذاشت. فیلمهاش هست از سیمای آزادی، حتما که همه اون رو مشاهده کردن، که هر طور شده، حتی به قیمت این که شکست بخورن، ولی باید رفت، باید حرکت کرد، باید این رژیم رو بی‌آینده کرد، باید دجالگری اینها رو برای همه رو کرد، باید نشون داد که اینها اهل دموکراسی و آزادی نیستند و فقط دجال ضد بشر خمینی از فرط استیصالش بود که اون جام زهر رو خورد. و اینطوری بود که همه مجاهدین همگام و همصدا پشت سر رهبری حرکت کردند و اون صحنه باشکوه رو آفریدن که همینطور که الان هر کدوم از بینندگان که هر کدوم از تماس گیرندگان که تماس میگیرن از حماسه کبیر فروغ جاویدان به این صورت با افتخار یاد میکنن بعد از سالیان. و برعکسش هم رژیم آخوندی، حتی همطور که قبلا هم گفتم، همین الان با ترس و وحشت ازش. پس این به عنوان یک الگو هست، به عنوان الگوی هر ایستادگی و به عنوان این که باید بر علیه سیاست‌های دجالگرانه رژیم آخوندی نباید تسلیم اونها شد، به هر قیمتی هست. همونطور الان اشاره کردن هر دو تماس گیرندمون که باید قیمت داد، و چه خوب که الان با وجود و گسترش کانون‌های شورشی همه به دنبال این هستند که خودشون رو وصل کنن، و همین هم هستش که در حال حاضر خواب راحت رو از آخوندها رو بوده، و قطعاً که با پیشروی که داریم و با این میزان شورشگری که در هر کدوم از مردم ایران رشد میکنه روزانه، ما میتونیم زمان سرنگونی رو هرچه نزدیک تر کنیم. و
بله بسیار بسیار متشکرم. خواهرمون سارا از اصفهان با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون و خوشحال میشیم که نظرشون رو در مورد موضوع برنامه امروزمون بشنویم. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام به شما مجری محترم. سلام بر شما محترم برنامه آقای کلانی و مهمان زنده باشید، مهمان گرامیتون خانم علیقلی. چه خوب شد که امروز به من این فرصت داده شد تا بتونم از تظاهرات بزرگ برلین و پیام‌های 5000 شورشگر بگم. این ارتش بزرگ بودش که به نظرم ارتش که خیلی کوتاه پیامشون رو شنیدیم، اما نشون دهنده قدرت و مقاومت و اتحاد آزادیخواهانی هستش که به این مبارزه پیوستن و مطمئناً در قیام و قیام‌هایی که در پیش هست همین شورشگران خواب رو به چشم خامنه‌ای تبدیل به کابوس می‌کنن. یه جمله کوتاه هم بگم در مورد سخنرانی خواهر مریم در برلین. اگرچه خواهر مریم خودشون به مردم ایران تعهد دادن، ولی ما که میدونیم چقدر این آخوندها در برابر این زن قدرتمند که تمام زندگیشو برای ما گذاشته کم آوردن و اینطور دست به توطئه‌های مختلف میزنن. اما بذارین خطاب به خواهر مریم بگم که ما به شما تعهد میدیم تا هر چه در توان داریم بایستیم، مقاومت کنیم و قیام به پا کنیم تا آزادی رو در ایران برقرار کنیم و بتونیم از نزدیک شما رو ببینیم و ایران آزاد فردا رو بر اساس رهنمودهای شما و تلاش هرچه بیشتر بسازیم و در دموکراسی و آزادی زندگی کنیم. خواهرمون سارا، آیا تماستون وصل هست هنوز؟ متاسفانه قطع شدن. امیدواریم که اگر تماس بگیرن و تکمیل کنن، هرچند که پیام خودشون رو به زیبایی و خوبی رسوندن. خواهر مهری بفرمایید، نکته‌ای دارین در مورد صحبت خواهرمون سارا از اصفهان؟ درود و درودهای فراوان به خواهر عزیزم سارا که پیام‌هاشون رو علی‌رغم اینکه در انتها صداشون قطع شد، ولی همطور که شما گفتین به خوبی به ما و به بقیه رسوندن. یک پیام خیلی قوی در واقع توی صحبت ایشون بود که گفتند که وقتی که از 5000 اعضای کانون‌های شورشی و کانون‌های شورشی که میتوان و باید رو اعلام کردن، گفتن که تک تک اون کسانی که این پیام رو در این کار شرکت کرده بودن در واقع ارزش کارشون طوری هستش که هر کدومشون خودشون نماینده هزاران دیگه هستن و اینکه یک دونه از اینها رو هیچ کس دیگه ای نداره و فقط مقاومت ایران هستش که میتونه چنین قدرتمند اونها رو علارغم تمام رعب و وحشت و اختناقی که در حکومت آخوندی هست و ما خودمون شاهد اون هستیم. حتی یک اینترنت درست حسابی مردم ایران ندارن که صدای خودشون رو برسونن. کوچکترین صدایی توسط نظام آخوندی خفه میشه، ولی ببینید شورشگران رو، ببینید کانون‌های شورشی رو که چطور پیام‌های میتوان و باید خواهر مریم رو هر طور شده از دل سیاهی‌ها، از دل تاریکی نظام آخوندی خلاصه رسوندن به دست مقاومت ایران و اینطوری پشتوانه عظیمی شدن خودشون برای این مسیر سرنگونی. و خیلی درود میفرستم به خواهرم سارا، اشاره کردن به صحبت‌های خواهر مریم در تظاهرات برلین و اینکه اولین شورشگر، اولین قیمت دهنده و تنها کسی که نظام آخوندی به شدت و به شدت از اون میترسه و میهراسه خود خواهر مریم هستن و چون که بیشترین قیمت رو خودشون دادن و اینطوری مجاهدین هم با الگو قرار دادن اون پشت سرشون همون پیام رو دارن و ما هم همون رو ازشون یاد میگیریم و اینطوری الان همین درس ایستادگی، درس قیمت دادن، درس فدای حد اکثر و درس نگفتن تاریخی به
نظام آخوندی رو از خرمریم یاد گرفتن و خیلی افتخار میکنم به وجود چنین زنان شورشگری که در ایران تحت حاکمیت آخوندی بیپروا و با قیمت دادنهای بسیار زیادی خودشون رو وصل میکنن به مجاهدین، به خرمریم و الگوهایی میشن برای بقیه زنان، خواهران و دخترانی که تحت حکومت سیاه و تیره آخوندی هیچ امید ندارن و به این صورت خودتون هم پیامهای نور و امید و دادن پیامهای سرنگونی در اون حکومت آخوندی میشین. بله بسیار متشکرم. همراه با هم تصاویری ببینیم از هموطنان عزیزمون در بلژیک که با کارزارشون، با تظاهراتشون، با خروششون و با خواست بلندشون علیه مماشات با رژیم آخوندی نقش بسیار بسزایی داشتن در برهم خوردن این سیستم معامله ننگین مماشات و دستاورد و پیروزی که مقاومت در این لحظه تا این لحظه در بلژیک داشته. تصاویری از تظاهرات هموطنانمون می‌بینیم، برمیگردیم برنامه ساعت وصل رو ادامه میدیم. بله تصاویری دیدیم از هموطنان عزیزمون، یاران شورشگر در بلژیک در روزی که اعلام شد، دادگاه بروکسل اعلام کرد که دولت این کشور بنا به خواست مقاومت ایران نمیتونه اسدالله اسدی دیپلمات تروریست بمبگذار رژیم رو برگردونه به رژیم و این معامله و معامله ننگین برای مدتی به هر حال 50 و چند روز باز به تعویق افتاد و یک بار دیگه اون خواست مردم ایران به اثبات رسید که میتوان و باید جلوی هر زد و بند و معامله ننگین رو گرفت و نگذاشت که مماشات کنن با رژیم آخوندی که مردم ایران رو سرکوب میکنه و کشتار میکنه و تاراج میکنه ثروت‌هاشون رو. برنامه ساعت وصل رو ادامه میدیم با موضوعی که دوستان زیادی در موردش صحبت کردن. هموطن عزیزمون علی از تهران با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خواهش میکنم بفرمایید. هموطنمون علی از تهران بفرمایید، خواهش میکنم. الو بفرمایید، صدای شما میاد. سلام بر شما. الو سلام علیکم. سلام بر شما. خسته نباشید آقای کلانی، وقتتون بخیر.
قربان شما. شما خسته نباشید. تندرست باشید انشالله. آرزوی سلامتی برای شما و همه دستبندرکاران سیمای آزادی. درود بر شما. جناب من قربونتون برم. من به خاطر اینکه به اندازه کافی وقت باشه واسه بقیه دوستان سری میرم رو اصل مطلب. تو این مدت گذشته که داشتیم دوستمون علی، آیا تماستون برقراره هنوز؟ الو 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 بله 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 علی صداتون قطع شد، بفرمایید. تو این مدت آخری که تو این مدت گذشته که ما شاهد بودیم خیلی اوضاع اسفناکی داشتیم تو ایران تو این مدت گذشته. الان یکی دو روز هم هست که این بلایای طبیعی که شده بر هم، از یه طرف این چیز آخوندای خودشون یه خود همین آخوندا خودشون یه بلایای طبیعی دیگه هست که همه بلایای طبیعی رو میشه چیز کرد، اما این بلایای طبیعی که 40 ساله دوستمون علی، آیا تماستون وصل کماکان؟ بله متشکریم از علی، سعی کرد که تماسش رو برقرار کنه و خب جمله نقضی گفت خواهر مهری که این رژیم ضد بشری مصیبت و بلایی هست برای مردم ایران، که خب البته دوستانمون هم مطرح کردن که همه تصمیم دارن و اراده کردن که این رژیم ضد بشری رو که مصیبت و بلای بزرگی هست رو از سر راه مردم ایران بردارن. امیدواریم که علی بتونه باز هم تماس بگیره و نکاتش رو مطرح کنه. بله برادر مسعود، من هم خواستم همینو بگم که برادرمون علی هرچند متاسفانه تماسشون قطع شد، ولی به قول خودشون اصل حرف رو در یک کلمه زدن و اینکه اصلی ترین بلایی که 40 ساله بر مردم ایران نازل شده همین حکومت آخوندی هستش که هر روز به واسطه اون مردم ایران چیزی جز درد و رنج و سختی و فلاکت و کشتار و اعدام و اینها چیز دیگه ای نبوده، ولی انشالله که به زودی زود با همین همتی که کردن اونها رو از صحنه تاریخ ایران محو خواهیم کرد. اگه تماسی نیست من بخواستم یکی نکته ای رو چند نفر از تماس گیرنده ها در واقع اشاره کردن اینجا توضیح بدم. بله بفرمایید، خواهش میکنم. من سوالی هم دارم که بعد مطرح میکنم. بله یکی نکته مشترکی که توی صحبت های اکثر تماس گیرنده ها بود اینه که نظام آخوندی که به دلیل ضعف مفرد و اینکه در شرایط و شیب سرنگونی قرار گرفته هر از گاهی میاد یک موضوعی رو روی میز میاره تا به وسیله اون بقیه رو سرگرم کنه و موضوع سرنگونی خودش رو و سقوط نظامش رو یک طوری در کنه، که این هم یکی از در واقع پدیده های بسیار جالبی هستش که ملت ایران نسبت به اون به اشراف کامل رسیدن. مثلا یک موقعی میاد رضا شاه رو نفش قبر میکنه و میخواد از اون سوء استفاده بکنه و بیاد شعارهای انحرافی در بین مردم بیافکنه که مردم ایران در تظاهراتها و اعتراضاشون خیلی خوب به اون پاسخ دادن که نه به شاه و شیخ و نه به هر نوع دیکتاتوری و آری به حکومت مردمی، دموکراسی و آزادی، و به این صورت این فتنش رو خوابوندن. یا چند وقت پیش اومده بود شعار انحرافی و موضوع بی‌حجابی و حجاب اجباری رو موضوع جامعه کرده بود که بدین وسیله میخواست از زنان ایران سوء استفاده بکنه و بیاد اون رو موضوع قرار بده که باز هم پاسخ دندان شکنی از سوی همه زنان گرفت و همین کارش هم به شکست
با شکست مواجه شد و مجبور شد کنار بذاره، زیرا همه زنان گفتن که موضوع نه به بی‌حجابی اجباری، نه به حجاب اجباری، نه به حکومت اجباری، نه به دین اجباری و آری به آزادی و دموکراسی و زنان ایران انتخابشون چیزی نیست جز همون. یا الان میاد موضوع همین مشکلات طبیعی که برای مردم ایران پیش اومده، اونها رو میاد یک موضوعی میکنه که باز مردم رو سرگرم اون بکنه. و حتی ریشه خیلی از گرانی ها این که بجز این که مردم ایران رو در فقر مطلق نگه داشته، تماماً و تماماً از سیاست های نظام آخوندی هستش که میخواد با وجود این موضوعات خطر سرنگونی و این که شعارهای سرنگونی و این که مردم سرشون رو بلند کنن و بتونن اعتراض خودشون رو بیان بکنن، میخواد اینها رو سرپوش روش قرار بده. ولی خوشبختانه همونطور که خیلی از تماس گیرندگان امروز بیان کردن، دیگه این حنای رژیم هم رنگی نداره و خیلی خوب فهمیدن که متحد یک پارچه باید یک شعار رو فریاد بزنن: مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رئیسی، زنده باد آزادی و دموکراسی. و همین هم شده شعار روز مردم ایران، که درود میفرستم به همه اونهایی که افشا میکنن این خط رژیم رو و اون رو میان بیان میکنن. بله، بسیار متشکرم. بحث ما که از دوستان هم بعضا پرسیدم، همین تبلیغات رژیم بود علیه مجاهدین و دروغ پراکنی هایی که بیش از گذشته امروزه البته به خاطر همون نکته‌ای که شما گفتین، ضعف بنیادی رژیم علیه مجاهدین به راه انداخته. به نظر شما نسبت به سال گذشته این چه فرقی میکنه، این تبلیغاتی که در به خصوص در سالگرد فروغ جاویدان علیه مجاهدین رژیم را انداخته؟ بله، این که رژیم علیه مجاهدین میکنه اصلا چیز جدیدی نیست، ولی امسال تفاوتش چیه؟ به دلیل اینکه خطر سرنگونی رو به شدت بیشتر حس میکنه، اومده تبلیغات خودش رو بیشتر کرده. ولی یک تفاوت کیفی که با گذشته داره چیه؟ اینه که قبلا رژیم میتونست با دروغ پراکنی، شیطان سازی و خیلی چیزا و اختناق شدیدی که هست و نمیگذاره حتی یک خبر درست به ایران راه پیدا بکنه، میتونست خط خودش رو تا حدودی پیش ببره. ولی الان خوشبختانه به یمن آگاهی، بالا رفتن آگاهی مردم ایران و به یمن وجود شبکه مجازی و اینکه به طور خاص جوانای ایران همه سوالشون میشه که چرا این حکومت آخوندی که انقدر ضد مردمه و اصلی ترین دشمن مردم هستش، چرا انقدر علیه مجاهدینه؟ چرا خلاصه الان نوک تیز حملاتش به مجاهدینه؟ و با این سوالی که در ذهنشون پیش میاد، خیلی اتفاقا دنبال همین موضوع میرن و اونجاست که خیلی از همین جوانان آگاه شدن نسبت به مقاومت ایران، نسبت به سازمان مجاهدین، نسبت به خونهایی که در این سالیان سال در ایستادگی، در مقاومت و قیمتهایی که سازمان مجاهدین داده، و دیدن و شناختن که تنها کسی که مستمر و بدون وقفه 40 ساله که دشمن اصلی این نظام آخوندی هستش و برای اون قیمت داده و درد و رنج‌های زیادی هم تحمل کرده و شهدای بسیار زیادی تقدیم این مقاومت کرده، الان دارن با این ارزش‌ها آشنا میشن و همشون این رو بیان میکنن. بنابراین به خاطر همینه که ترس و وحشت رژیم، حتی میترسه که از اینکه سیمای آزادی یک پیام بخواد یک بار پخش بشه، به شدت اون رو سانسور به شدید. برای چیه؟ برای همین هستش که همینطور که گفتین، به این دلیل میاد تبلیغات خودش رو زیاد میکنه. ولی خوشبختانه دیگه این کاراش هیچ معنایی نداره، همه میفهمن، همه میدونن
که از ضعف مفرطش هست و فقط میخواد برای نیروهای زوار در رفته خودش یک خلاصه تقویت روحیه‌ای باشه. بله. و الا که جوانان آگاه ما فهمیدن و همین پیام‌های میتوان و باید یکی از نمونه‌های همین آگاهی هاست. بله، بسیار متشکرم. هموطن عزیزمون علی از مشهد با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمت شما، خواهش میکنم بفرمایید. سلام عرض میکنم. سلام بر مجری توانا آقای کلانی. قربان شما. مهمان برنامه خواهر مهری علی قلی. درود بر شما. این روزا برام روزای خاطر انگیزی است. 7 خرداد پرواز رهبر مقاومت برادر مسعود از تهران به پاریس که خیلی روز مبارکه، تبریک میگم. این روز به همه مجاهدین که با پرواز برادر آینده جنبش به مقاومت تضمین شد. همچنین این روزها سالگرد عملیات کبیر فروغ جاودانه که برایم خاطر انگیز، مخصوصا که سالیان بعد از عملیات فروغ جاودان موفق شدم که مزار مجاهدین را در منطقه عملیاتی فروغ زیارت بکنم و از نزدیک هم محل شهادت فرمانده سارا را ببینم. از اون روز با شهدا عهد بستم که تا به آخر ادامه بدم. درود بر شهیدان فروغ. باز هم میخوام درود بفرستم به اشرف نشانها و مجاهدین بابت راه اندازی تظاهرات بزرگ ایرانیان در برلین که نشان دهنده قدرت عظمت مجاهدین بود. و از دیدن این برنامه صفا کردم، مخصوصا از پیام خواهر مریم لذت بردم که با سخنان قاطع خواهر مریم ایمان آوردم که با شعار می توان و باید میشه ایران را از چنگ خامنه ای آزاد کرد. درود بر مجاهدین. جای تبریک داره به تحلیق افتادن استعداد تروریسم اسدالله اسدی به ایران که اشرف نشانها و مجاهدین موفق شدن پوزه آخوندها و مماشتگران را به خاک بمالند. در حال سیل در 18 استان به این همه خسارت و تلفات از کی باید پرسید؟ سران حکومت در این موقع به خواب خرگوشی فرو می روند و اصلا مسئول نیستند. ننگ بر این حکومت فاسد. هر کجا که دزدی و غارت باشه هستند. مرگ بر حکومت پلید. درود بر کانونای شورشی. درود بر مسعود و مریم عزیز. حاضر، حاضر، حاضر. خدا نگهدار. خدا نگهدار شما هموطن عزیزمون علی از مشهد. امیدواریم سلامت و موفق باشین. بسیار ممنونیم از گزارشی که دادین از زیارت مزار شهیدان فروغ جاویدان، اون قهرمانانی که راه پیروزی مردم ایران را گشودند و یک بار دیگه توطئه های رژیم رو نقش بر آب کردند. تشکر از تماستون. بفرمایید خواهر مهری. سلام و درود به برادرم علی و منم می‌خواستم بگم که خیلی غرق افتخار شدم از این که شما گفتید مزار مجاهدین رو دیدید. انشالله که از طرف تک تک ما مجاهدین هم اونجا نایب و زیاره بودین، همون خونهایی که شما خودتون گفتین و به درستی و چقدر به حق که بعد از اون انتخاب کردین و حاضر خودتون رو هم الان گفتین، همون فدیه های عظیم. و من هم تشکر میکنم از تماس شما و اینکه این چنین روشنگر و این چنین قاطع در واقع ایستادگی خودتون رو اعلام کردین و حاضر خودتون رو. درود به حاضرهای شما. همینطور منم مثل شما درود میفرستم به اشرف نشانهایی که این چنین تاثیرگذار بود، همیشه بودن، اعلام آماده کردن با قیمت دادن های بسیار زیاد و با فداکاری های بسیار زیاد. خیلی خوشحال میشن اونها هم وقتی صدای شما رو میشنون که اینطوری این چنین تاثیرگذار بوده و هستن و اینطوری هم گام با هم دیگه میتونیم نبرد خودمون رو ادامه بدیم. درود به شما برادر علی. بسیار متشکرم از هموطن عزیزمون علی از مشهد. تشکر میکنم از تماستون. درود بر شما. خواهر مهری، اگر از سوال من چیزی باقی مونده لطفاً ادامه بدین. من شما رو متوقف کردم به خاطر تماس ها. بله،
داشتیم در رابطه با فروغ جاویدان و تاثیرات اون و ادامه داشتن اون تا همین الان و تا اینکه چرا و به چه دلیل اینطوری بعد از گذشت سالیان هنوزم که هنوزه موجب ترس و وحشت رژیم آخوندی میشه، چون که اونها قبل از هر کسی، من فقط این تیکه رو میخواستم باز بیشتر تاکید بکنم و بگم که قبل از هر کس دیگه ای رژیم آخوندی خودش هم خیلی خوب میفهمه که اون کانونهای شورشی که در حال حاضر در ایران این خط و این ارزش و این اسم حتی انقدر خلاصه پیشرفت کرده و اینطوری میتونن هر روز یک ضربه به نظام آخوندی بزنن، ادامه یافته همون راهه، در اثر خونها و قیمت دادنهایی هستش که از همون موقع بر جا مونده و بنابراین به همین دلیل هم هستش که میخواد چه کار کنه، میخواد چون کار دیگه ای نمیتونه بکنه، با روب و وحشت و با دستگیری و با اختناق بیشتر و سرکوب بیشتر جلوی اون رو بگیره، که خوشبختانه در حال حاضر همه اعلام آمادگی خودشون رو برای رو در رویی با این نظام میکنن. اگر که این سوال شما تموم شده، میخواستم یک نکته ای هم در رابطه با، چون خیلی از تماس گیرندگان به همین موضوع هم اشاره کردن، در رابطه با همین تظاهرات برلین بکنم. بله، خواهش می‌کنم. و اینکه تظاهرات برلین هم که در واقع اشرف نشان‌ها خودشون رو از سراسر نقاط و کشورهای مختلف به این تجمع رسوندن، این هم خیلی ساده نبود و همه میدونن که هر کسی که در این تظاهرات و این تجمع شرکت کرد اون هم قیمت بسیار زیادی داد. قبل از هر چیزی رژیم آخوندی همین اشرف نشانها را هم تهدید کرده بود، برای شرکت هر کسی در تجمع یک موضوع حل همین مسئله بود، ولی واقعیت اینه که همه بی‌محابا شتافتند و خودشون رو به این تظاهرات رسوندند و در حمایت از خواهر مریم و در حمایت از مقاومت و قبل از هر کسی در حمایت از مردم ایران و برای رسوندن صدای مردم ایران اونجا گرده هم جمع شدن و به خاطر همین هم هستش که این تظاهرات هم بسیار بسیار تاثیرگذار بوده هست و یک تظاهرات تاریخی بود و کهکشانی از فداکاری و همبستگی و مقاومت بود که اون رو اونجا شاهد بودیم. بله، و همین هم هست که تاثیر فراوانی گذاشته بر روی هممیهنانمون. بله، و اون رو به خوبی تاثیراتش رو احساس میکنن و پیامی که این تظاهرات برای مردم ایران داشته، پشتیبانان مردم ایران در خارج کشور هر لحظه به فکر اونها هستند و راه اونها رو ادامه میدن و فریاد اونها رو تنین میاندازن. تشکر میکنم خر مهری. دوستمون مهدی از ملایر با ما در تماس هستن. سلام عرض میکنم خدمتشون، بفرمایید. خواهش میکنم. سلام عرض میکنم به برادرای عزیزم و خواهران مجاهد عزیز. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان و بینندگان برنامه سیمای آزادی. بله، خداییش این جمع بزرگی که تو آلمان جمع شدن، سخنرانی خواهر مریم و مصادف شد با خروج برادر مسعود عزیز از ایران و اینا، همه نشان میده که ما تو ایران که هستیم پشتیبان داریم و در کشورهای خارجی به خواهران و برادرانمون میدونن ما چه عذابی داریم تو این کشور میکشیم و واقعا ظلم و ستم آخوندا از کله و سر و گردن ما بالا رفته. خداییش دیگه توان اداره یه زندگی رو نداریم. ما آماده ایم که با کمک خواهر مریم رجوی و رهبری ایشون حکومت دزدیده شده ما رو دوباره به دست بیاریم و بتونیم ایرانی
قوی و قدرتمند بسازیم و بتونیم پولامون در راه تروریست سازی کشورهای عربی خرج نشه. من خواهش میکنم از کسایی که جمع میشن تو آلمان تو کشورهای خارجی از درد ما بگن. درد ما واقعا دین درد این شکافی که از قلب ما وا شده، خونی که از بدن ما ریخته میشه برای آزادی این کشوره. ما توقعی نداریم، انتظاری نداریم، همین که بتونیم کشورمون رو از دست یه مشجلاد دیکتاتور آزاد کنیم فکر میکنم کار بزرگی انجام دادیم. و ممنونم از عزیزانی که تو آلمان جمع شدن، سخنرانی مریم عزیز که اشاره کردن اینا خوناشامند و هر چی خون میمکند سیر نمیشن از جون و مال و ثروت این کشور به باد رفته. فعلا من خواهش میکنم بگید به کشورهای خارجی، به بین الملل، عفو بین الملل، به چه میدونم بشر دوستانه که ظلم میشه به ما، واقعا داد ما به جایی نمیرسه. ما آماده ایم. این کشور بمبی شده که چاشنیش از وسط روشن شده. الان اعلام میکنم که این بمب یهو منفجر میشه. من خواهش میکنم نذارید اینا از ایران فرار کنن. اینا باید محاکمه بشن و به خونهایی که ریختن حالا افکاریا و بختیاریا نامشون معلوم بود، اسمشون معلوم بود، مشهور بودن، خیلی ها کشته شدن که اسمشون نیومده. زنده منم، من که میگم زنده هم، زنده نیستم، یک مرده متحرک تو ایران دارم میگردم، چون فکر و خیالم آزاد نیست، خانوادم در رفاه نیست، مسکن ندارم، شغل ندارم، 3 بچه دارم، نمیدونم با این بدبختی ها باید چه کار کنیم. بیمه ندارم، کار ندارم، هیچ نداریم. به کی بگیم ما نداریم اینا رو؟ به کی بگیم ما داریم گرسنگی میکشیم؟ رئیسی برای چی اومده همدان؟ اومده چیکار کنه؟ اومده به داد ما برسه؟ هر وقت رئیس جمهوری عوض شد قیمتا دوباره 100 برابر بالا رفت. این یعنی چی؟ ما چرا پشت هم نیستیم؟ اتحاد داشته باشید. اینایی که تو ایرانن خواهش میکنم برادر خواهرها اتحاد داشته باشید. ایرانی یعنی ما خواهر و برادر، باید پشت همو داشته باشیم. اگه من کشته شدم بچم دنبال راه راهمه، چون بهش گفتم، اشاره کردم، آگاهش کردم و میدونه فرماندهش کیه تو این مملکت. فرماندهش اونی که زجر کشیده، زجر قربت کشیده و میتونه این کشور رو از زیر ظلم و ستم و بدبختی آزاد کنه. به ما آماده ایم. ما همیشه در صحنه ایم. ممنونم از گروه های شورشی که به این آخوندان نشون دادن که ما زنده ایم، ما هستیم، ما در صحنه ایم و همیشه آماده ایم. درود بر مجاهد و خدا نگهدار. درود بر هموطن عزیزمون مهدی از ملایر که در پایان برنامه‌مون پیام همه مردم ایران رو رسوندن که همه آمادن برای آزادی میهن عزیزمون. خواهر مهری بفرمایید، هم جمع‌بندی صحبت‌هایی که دوستانمون داشتن و هم نکته‌ای اگر دارید در رابطه با صحبت دوستمون مهدی از ملایر. بله، اول می‌خواستم به برادرم مهدی از ملایر بگم که اتفاقاً شما پیام زنده بودن و حاضر بودن رو با همین تماستون به همه دادین. اینکه شما بیهوده در اونجا نیستین، شما کسی هستین که مربی و معلم فرزندان خودتون و بقیه فرزندان و بقیه مردم هستین، شما کسی هستین که اونها رو راهنمایی میکنین به سمت همون کسی که خودتون گفتین فرمانده سرنگونی نظام آخوندی. بنابراین هیچ اینها رو دست کم نگیرین و خیلی افتخار کردم به این آگاهی شما. شما مطمئن باشین نه تنها اشرف نشان ها همیشه و همواره صدای مظلومیت مردم ایران در همه جا هستند، بلکه مقاومت ایران، سازمان مجاهدین،
حی و حاضر ایستاده و نمیگذاره کوچکترین حقی از مردم ایران راحت از گلوی این آخوندها پایین بره، از خونخواهی شهدا که هرگز نمیبخشیم، هرگز فراموش نمیکنیم و همه اونها رو حتما همونطور که شما خواستین تک تکشون رو به پای میز محاکمه خواهیم کشوند و ایمان داریم و باور داریم که اینطوری خواهد شد. بنابراین خیلی خیلی تشکر از شما از اینکه این تماس رو گرفتین. و اگر که در انتهای برنامه است، بردر مسعود، اجازه میخواستم که فقط همه نکات رو شما و بقیه تماس گیرندگان گفتید و فقط میخواستم خیلی کوتاه این رو بگم که ما اشراف بسیار زیادی داریم که در حال حاضر در حکومت آخوندی که مردم ما تحت شدیدترین فشارها و بالاترین اختناقها هستند و دیکتاتوری که در اونجا حاکمه و در شرایطی که فقر مطلق اقتصادی و بلایای طبیعی همونطور که میدین گریبان مردم ما رو گرفته و همه این مشکلات از یک طرف، اما و اما ما در شرایط کنونی در نقطه‌ای که مقاومت هست، در نقطه‌ای که هر روز یک کهکشان و یک پیروزی میآفرینه، بالاترینش به دست همین کانون‌های شورشی هست که از کوچکترین امکاناتی که دارن با یک قلم ولدا، با یک ماژیک، با یک مقوا، با یک تکه کاغذ و با نوشتن شعار بر در و دیوارها، همون میتوان و بایدی که حرف اصلی خواهر مریم بوده و هست رو به میان مردم بردن و این خیلی خلاصه قدرت بسیار بسیار زیادیه، قدرتیه که هیچ کس دیگه ای در هیچ کجای جهان نداره و ما در سازمان مجاهدین به تک تکتون افتخار میکنیم. شما هر کدومتون با هر قدمی که برمیدارین شعله های امید و چراغ‌های نور، روشنایی و همین میتوان و باید سرنگون کردن نظام آخوندی هستین. پس بنابراین شما به تک تکتون درود میفرستم و همونطور که یاد گرفتیم از خواهر مریم با همون شعار میتوان و باید، میتوان باید با ایستادگی، با پیوستن به مقاومت، با پیوستن به کانونهای شورشی ایرانمون رو آزاد بکنیم و دور نیستش که پیروزی رو به دست میاریم، زیرا که حق همیشه پیروزه. خیلی خیلی ممنون از تماس شما و خیلی مفتخر شدم از شنیدن صدای تک تک شما. بله بسیار متشکرم خواهر مری. در آخرین دقایق دوستمون حمید از کرمان با ما در تماس هستند. با سلام به حمید، ما فقط کمتر از یک دقیقه وقت داریم، خواهش میکنم شما هم کوتاه بفرمایید. سلام و خسته نباشید. درود بر شما. آقای کلانی و مهمان عزیزشون خانم مهدی علی بودی، بنده حمید هستم از کرمان، در خدمتتون هستم. این توفیق رو پیدا کردم که امروز در خدمت شما و برنامه شما باشم. ما مردم ایران رو میمیشم. قبل از هر چیزی تصحیح عرض میکنم به مردمان کشورم، سیل اخیر که برا شده باعث و بانیش هم این آخوندهای جلاد هم، این آخوندهای شیطان صفت هم که همه ما میدونیم سال هاست که دارن خون ما مردم ایران رو میمیشن. با هر ترفندی هر جوری که شده یه جوری زهر خودشون رو زدن، یا مردم رو گشنه نگه داشتن یا با گشنگی مردم رو کشتن، یا اینکه تونستن یه جوری ضربهشون رو زدن. فقط خواهشم از مردمم اینه، خواهشم از مردم کشورم اینه، آگاه باشین تا اینکه بتونیم این آخوندهای جلاد صفت رو بیرون کنیم از مملکتمون. ما میتونیم، ما ایرانی همیشه ثابت کرده که میتونه تو هر زمینه ای. چرا باید اینایی که معلوم نیست نجاتشون چیه از کدوم قشن این مملکتمون رو بدوشن؟ چرا؟ خواهشم اینه آگاه باشین.
نذاریم به راحتی این تروریست ها ما رو نابود کنن. حمید عزیز بسیار ممنونیم، در آخرین لحظات پیام خودتون رسوندیم به مردم ایران. بله مردم ایران آگاهند، دشمن اصلی خودشون رو میشناسند و اراده کردند و عزم جزم کردند که ایران آزاد فردا رو دست در دست همدیگه انشاءالله بسازیم برای رفاه، آزادی و برقراری عدالت برای همه مردممون. بسیار متشکرم از همیهنان عزیزی که در این برنامه با ما تماس گرفتن. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم تا برنامه ساعت وصل، همچنین از خواهر مهری که با ما همراه بودن. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار.